در این ماهای اخیر هیچ جلسه دولت نیستش که راجع به دو موضوع به طور جدی ما بحث میکنیم. یکی بازار کالا هست. ما جدی نگران این هستیم که الان طبقه متوسط به پایین این گرانی های اخیری که به وجود اومده فشار بسیار زیادی روی این طبقه به وجود میاد. ما وظیفه خودمون میدونیم که حتماً در جلسات مختلف به این مسئله بپردازیم. حالا موضوعات دیگه‌ای که صحبت کردیم راجع به این که ما بتوانیم تسهیلاتی برای بخش خصوصی به وجود بیاریم. بخش خصوصی تو این شرایط کشور باید بیشتر از طرف دولت مورد حمایت قرار بگیره. آقای رئیس جمهور مجدداً دستور دادن که تمام وزارتخونه هایی که بنگاهداری میکنن شرکت دارن برنامه زمانبندی به ما بدن که تا آخر سال چگونه اینا رو میخوان به بخش خصوصی واقعی واگذار بکنن. همچنین ایشون امروز دستور دادن با توجه به اینکه مقام معظم رهبری هم تایید فرمودن بخشای نظامی کشور که بنگاه دارن و شرکت دارن اونها هم واگذار بکنن. اینکه الان روند بسیار خوبی در بورس به وجود اومده، اگر ما شرکت‌های بیشتری رو تو بورس عرضه بکنیم قطعاً در بورس روندش بهتر پیش میره. لذا ما باید همزمان هم بازار مالی کشور رو ساماندهی بکنیم، هم بورس رو باید بهش بپردازیم، هم ارز رو بپردازیم. لذا این کارهایی هستش که انشالله باید انجام بشه. مسببه دیگری هم داشتیم و اون توجه به بیمه جانبازان بود. روی اونم ما مسببه داشتیم و به گونه ای که جانبازان عزیز بتوانند از بیمه شون که به دلیلی که همه اینها تمرکز پیدا کرده بود در بنیاد شهید، ما اینها رو به وزارتخونه ها و دستگاه های مختلف اجازه دادیم که هر کدوم بتوانن جانبازانی که هستن در وزارتخونه ها اینها رو بیمه کنند.